به علت این که یک زمانی اونجوری که خوب بین طلبه ها مشهور بود میگفتن میخواسته لوله کشی آب بشه و به شما عرض کنم علمای اون زمان گفتن ما عمامه از سر بر میداریم چرا این آب لوله کشی غسل ما رو اشکال دار میکنه. من مفصلا حتی به منتقدین خودم اینو گفتم، منتقدین مذهبی، گفتن این کاری که تو کردی با سابقه بیت مرجعیت با فلان، از این حرفایی که گفتن، عرضم حضورتون گفتم واقعا خون مهسای امینی عزیز ما، خون کیان پیرفلک عزیز ما، خون محمد حسینی مظلوم ما اندازه لوله کشی آب واقعا قابل فکر نیست. آی طلبه ای که هنوز داری دفاع میکنی بدون دقیقا این جمله رو شاید روحانیت متوجه بشن، اجتهاد مقابل نصر رو تایید میکنی شما، اینو یقین داشته باش. و اگر کوچکترین، اینو من به ضرس قاطع عرض میکنم و با توجه به استناد به خب دروسی که خوندم و عرض میکنم، کوچکترین وجدانی در وجودت داشته باشی باید مقابل علی خامنه ای وایسد. نگاه کنید، میگن حب شیء حب آثار شیء، این چی که صحبت من رو به آخوندهاست، آخوندهای رژیم، طرفدار رژیم، حب شیء حب آثار شیء، آثار خامنه ای رو در فقر، فحشا، دزدی، دیگه چی میخواین ببینیم بیشتر از این؟ میگین دینتون در خطر قرار میگیره. من عرض کردم در صحبت‌های قبلیم، یقیناً بدونین بدتر از این نمیشه بوده و وجوب داره مقابل همچین ظالمی ایستادن و یقیناً هم روحانیت باز هم ریزش دارن. حالا شاید مثل بنده اینقدر خب سینه چاک بسد نیان که عمامه برنشون، من ندیدم آقایونی که رسماً پشت دوربین اعلام براءت و اعلام انزجار کنن از روح الله خمینی. البته من این که میگم اعلام براءت و انزجار به ادله های علمی عرض میکنم، از علی خامنه‌ای اعلام انزجار و براءت بکنند ندیدم روحانی و عمامه از سر بردارن، حداقل پشت مردم وایس. مردم ما مظلومن، مردم ما فهمیدن، مردم ما صاحب تمدن هستند و الان در چنگال این ظالمین قرار گرفتن. بعضی‌ها شاید بگن که آقا مثلا شاید قدرتی، بدونید ما مأمور به وظیفه‌ایم، ما مأمور آقای طلبه، آقای مذهبی، ما مأمور به وظیفه‌ایم نه مأمور به نتیجه.